شب یلا و شب عشق و شب شور و ترانه، شب گلخنده ها گل نغمه های عاشقونه، شب حافظ شب می شب تنبک. سلام دوستان عزیز، به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه ژله انار لیوانی تک نفره است. مواد مورد نیاز برای دو تا لیوان ژله. یه دونه انار نیاز داریم که دون میکنیم، ازش استفاده میکنیم. یه لیوان آب جوش، یک دوم لیوان آب سرد و یک بسته پودر ژله آلوورا. ژله آلوورا رو با یک لیوان آب جوش کامل حلش میکنیم. میتونیم از روش بنماری استفاده کنیم، روی بخار کتری بذاریم تا کامل ژلمون حل بشه و شفاف بشه. بعد از اینکه ذرات ژله کامل حل شد، نصف لیوان آب سرد بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. کامل که حل کردیم، میایم داخل لیوان یا جام میریزیم. یک سوم لیوان رو ژله آلوورا میریزیم. یک سوم جام ها رو با ژله آلوورا پر کردیم، داخل یخچال میذاریم تا ژله ها خودشون رو خوب بگیریم. قسمت اول ژله لیوانی که داریم از یخچال خارج میکنیم. حدود دو ردیف دونه انار روی ژله گرفته شده میپاچیم. دونه های انار رو که ریختیم، میایم دوباره روش ژله آلوورا آماده شده رو میریزیم. دوباره میذاریم داخل یخچال. بعد از اینکه ژله گره، به همین ترتیب ادامه میدیم. یه ردیف دونه های انار، یه ردیف ژله آلوورا تا جام یا لیوانی که انتخاب کردیم برای ژله پر بشه. تعداد طبقاتش بستگی به خودتون داره، سلیقه‌ایه. مرحله آخر هم دونه های انار می‌ریزیم. ای عزیزان رفیقان، بگویید و بخندید، در غم رو ببندید. بعد از اینکه دونه‌های انار ریختیم، دو سه قاشق ژله میریزیم تا این دونه های انار ثابت بمونه و میذاریم داخل یخچال تا خوب ببنده. ژله لیوانی تک نفره انار آماده شد. این ژله خیلی ساده است. از ژله آلوورا و دونه های
انار تشکیل شده، یه طبقه ژله آلوورا، یه طبقه هم دونه انار. قسمت بالاش هم که دونه های انار رو دونه دونه میچینیم و قاشق قاشق ژله آلوورا رو روش میریزیم. امیدوارم شما هم این ژله خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. یلا مبارک. ممنون و متشکرم. بخونی و برخصی